بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها: کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌های مذهبی ایران، هشدار تجزیه هند در صورت ادامه تبعیض علیه مسلمانان، برگزاری نشست چهره‌های برجسته شیعه در هند با هدف هماهنگی جهت دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی شیعیان، و تولید نرم افزار توضیح مناسبت‌های ایام قدیر در اصفهان. سلام بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و سلام به شما حسینیان. وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبار شیعه از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. مدیر کل نهاد حکومتی تبلیغات اسلامی ایران در شهر یزد خبر از انتشار منشور اخلاقی برای کنترل و نظارت بیشتر در هیئت‌های مذهبی خبر داد. در آستانه عزاداری ماه‌های محرم و صفر، نظام ولایت فقیه تلاش می‌کند به کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌های مذهبی بپردازد. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. در آستانه فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، تلاش‌های مقامات نظام ولایت فقیه برای کنترل و نظارت بیش از پیش بر دستجات و هیئت‌های مذهبی افزایش یافته است. علی رضا نجیمی مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد خبر تهیه منشور اخلاقی برای هیئت‌های مذهبی را اعلام کرد و تأکید نمود که هیئت‌های مذهبی ملزم به رعایت مفاد این منشور هستند. مدیر این نهاد حکومتی همچنین از برنامه‌ریزی برای هیئت‌های مذهبی و هدایتگری آنها سخن گفت و آن را برای حکومت مهم و حیاتی دانست. پس از آنکه با برنامه ریزی رسانه های حکومتی تلاش شد در مقابل سلبریتی های ورزشی و هنری منتقد مداحان جایگزین شوند تا در هنگام نیاز به حمایت از نظام ولایت فقیه بپردازند، اما پس از اعتراضات اخیر و پیوستن تعدادی از مداحان به صف مخالفان نظام، ایده کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌ها به مرحله عملیاتی رسیده است. در طول تاریخ مسلمانان به ویژه شیعیان، خصوصا در کشورهایی مثل ایران و عراق، عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام همواره فرصتی برای دادخواهی و مبارزه با ظلم حاکمان بوده است. ظهور و بروز ادبیات اعتراضی در اشعار و مداحی‌ها و سینه‌زنی‌ها پیشینه‌ای کهن دارد، اما به ویژه در اعتراضات پس از سال 88 گاهی به صراحت و گاهی به کنایه بیانگر فریاد ستمدیده دلهای خود همزاد پندار با شهید کربلا شده است. این ادبیات اعتراضی در اشعار مداحان یزدی به ویژه به دلیل نظم و هماهنگی و سبک خاص سینه‌زنی ایشان بیش از سایر شهرها شهرت پیدا کرد. به همین دلیل در جریان سوگواری‌های ماه محرم سال گذشته دو هیئت شناخته شده و قدیمی یزد ممنوع الفعالیت و بسته شدند. عزاداری امام حسین علیه السلام در شهر یزد به دلیل همین ویژگی‌ها و نظم و هماهنگی و غنای اشعار مداحان نه تنها در ایران شهرت فراگیری پیدا کرده که برخی گردشگران غربی هم در این ایام به تماشای هیئت‌های یزدی می‌روند. نظام ولایت فقیه تلاش می‌کند در محرم و صفر امسال با اعمال زور و بگیر و ببند مانع از فعالیت‌های مجدد هیئت‌های منتقد نظام شود و بر اشعار مداحان و برنامه‌ها و سخنرانان سایر هیئت‌ها نظارت و سانسور گسترده‌ای را اعمال کند، تلاشی که مثل موارد مشابه عملاً با مقاومت مردم و هیئت‌های مذهبی مواجه شده و نهایتاً بر روی کاغذ و غیر قابل اجرا بایگانی خواهد شد. سعید بهاری، اخبار شیعه. همزمان با سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا هشدار داده اگر دولت هند از حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان هند حمایت نکند، هند ممکن است شروع به تجزیه کند. نخست وزیر هند اما به رغم دهها گزارش نهادهای حقوق بشری وجود هر گونه تبعیض علیه مسلمانان در هند را رد کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. سفر اخیر نارندرا مودی نخست وزیر و از رهبران حزب بهارتی جنتای هند که اخیراً متهم به اعمال تبعیض‌های سیستماتیک گسترده علیه مسلمانان است، با واکنش‌هایی در میان سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری در آمریکا مواجه شده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز پنجشنبه یکم تیر ماه همزمان با سفر نخست وزیر هند به واشنگتن طی گفتگویی با شبکه CNN هشدار داد در صورتی که دهلی نو از حقوق اقلیت مسلمانان خود حمایت نکند با خطر تجزیه مواجه است. وی همچنین خواستار رسیدگی به این موضوع در سفر جاری نخست وزیر نارندرا مودی به آمریکا شد. اوباما اظهار داشت که با توجه به این فرصت با نخست وزیر مودی گفتگو خواهد کرد تا نگرانی‌های مربوط به حفاظت از حقوق اقلیت‌های قومی در هند را برطرف کند. در سوی دیگر به رغم افزایش گزارش‌های آزار و اذیت مسلمانان در هند، نارندرا مودی نخست وزیر هند اعمال تبعیض علیه مسلمانان در هند را رد کرد. او روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با جو بایدن در واشنگتن گفت دموکراسی و قانون اساسی هند از تمام شهروندان این کشور محافظت می‌کند. او در پاسخ به سوالی درباره بهبود روابط هندوها و مسلمانان گفت که هیچ نیازی به این کار نیست. دعوت نارندرا مودی از سوی جو بایدن با انتقاد گروه‌های حقوق بشری در آمریکا روبرو شده است. آنها حکومت مودی را به پیگیری سیاست‌های هندوگرایانه و ضد مسلمانان متهم می‌کنند. پیشتر حدود 70 نهاد حقوق بشری طی نامه‌ای از جو بایدن خواسته بودند تا مودی را به خاطر نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان در هند سرزنش کند. مودی در حالی از قدرت دموکراسی در هند دفاع کرد که امسال جایگاه این کشور در فهرست جهانی آزادی رسانه‌ها از 140 به رتبه 161 نزول کرده است. در گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا نیز به موارد خشونت پلیس و گروه‌های خودسر علیه اقلیت‌های مذهبی و اظهارات شدید و لحن اعضای حزب حاکم علیه مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها در هند اشاره شده است. علی اکبری، اخبار شیعه. منابع محلی از برگزاری کنفرانس خبری چهره‌های برجسته شیعه در هند با هدف هماهنگی جهت دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی شیعیان در این کشور خبر دادند. گفتنی است این نشست خبری با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید سیف عباس نقوی مدیر دفتر مرجع عالی قدر، آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر لکنو در باشگاه مطبوعاتی لکنوی هند برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین نقوی با بیان اینکه جامعه شیعه در هند با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: به رغم وجود مشکلات فراوان، اما هیچ یک از کمیسیون‌های عمومی یا اداره‌های مربوطه به اقلیت‌ها به این مشکلات توجهی ندارند. لازم به ذکر است با هدف بررسی این مسائل و مشکلات موجود قرار است نشست علما، فرهیختگان و چهره‌های برجسته شیعیان در 15 جولای در دهلی نو برگزار شود تا در مورد حل این مشکلات گفتگو شود و راه حل‌ها و اقدامات لازم را بیابند. شایان ذکر است شیعیان تقریباً 5% از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، اما از نظر زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بسیار عقب هستند و در اداره‌های دولتی جایگاهی به آنها داده نشده و حرفی برای گفتن ندارند. کنفرانس پیشنهادی سعی خواهد کرد راه حل‌هایی برای این مشکلات به ویژه در زمینه‌های مالی، سیاسی و تحصیلی بیابد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌های مذهبی ایران. هشدار تجزیه هند در صورت ادامه تبعیض علیه مسلمانان. برگزاری نشست چهره‌های برجسته شیعه در هند با هدف هماهنگی جهت دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی شیعیان. و در ادامه سنی‌های تندرو در نیجریه بار دیگر فاجعه آفریدند. مؤسسه قائمیه از مراکز علمی و فرهنگی فعال در شهر اصفهان از تولید نرم‌افزار توضیح مناسبت‌های ایام قدیر در ماه ذی‌الحجه خبر داد. گفته می شود این اقدام با هدف سهولت تبلیغ در ایام قدیر توسط مؤسسه قائمیه تنظیم و در فضای مجازی منتشر شده است. برخی از عناوین اصلی این نرم‌افزار شامل سدالابواب، ابلاغ سوره براعت، بیان حدیث ثقلین، عید قربان، سپردن ودایع الهی به امیرالمؤمنین علیه السلام، عقد برادری پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام، اعلان هماهنگی لقب امیرالمؤمنین علیه السلام، اعطای فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها، میلاد امام هادی علیه السلام، نزول آیه ابلاغ، نزول آیه محبت و عید الله الاکبر قدیر می باشد. علاقه‌مندان برای استفاده از این نرم افزار می توانند به راه‌های ارتباطی مؤسسه قائمیه در فضای مجازی مراجعه کنند. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 2 تیر ماه با نشر بیانیه‌ای گفته که کارشناسان وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع این کشور، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا یک نشست کاری درباره کاهش خطرات راهبردی و دکترین‌های هسته‌ای برگزار کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، کارشناسان هسته‌ای کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست خود که طی روزهای 23 و 24 خرداد در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار و توسط آمریکا سازماندهی شد، به بحث و تبادل نظر در مورد کاهش خطرات راهبردی و همچنین دکترین‌ها و سیاست‌های هسته‌ای در این زمینه پرداختند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که بر اثر غرق شدن یک قایق در آبهای تونس و جزیره لامپدوزا در ایتالیا 37 پناهجو ناپدید شدند. این سازمان گفته است که 4 نفر از سرنشینان قایق نجات پیدا کردند. این سازمان روز جمعه 2 تیر ماه گفت که تمام بازماندگان از کشورهای آفریقای جنوب صحرا هستند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 7 زن و 1 کودک در بین ناپدید شدگان هستند. بازماندگان این قایق به سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که آنها با 46 سرنشین بندر اسپاکس در تونس را به مقصد ایتالیا ترک کردند، اما قایق در پی وزش باد واژگون شد. یک مطالعه علمی که به تازگی نتایج آن منتشر شده نشان می‌دهد که شمار موارد ابتلا به بیماری دیابت در سطح جهان بدون اقدام مؤثر برای مهار آن طی 30 سال آینده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. بر اساس نتایج تحقیقات مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشنگتن، در حال حاضر 529 میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2050 میلادی با افزایش بیش از 2 برابری به حدود 1.3 میلیارد نفر برسد. به گفته محققان اکثر موارد ابتلا را دیابت نوع 2 تشکیل می دهد. این نوع بیماری با چاقی و افزایش وزن مرتبط و تا حد زیادی قابل پیشگیری است. نیروهای امنیتی حکومت آل خلیفه در راستای اقدامات خودسرانه 2 جوان شیعه را دستگیر کردند. بنابر اعلام منابع محلی و رسانه‌ای در بحرین، مقام‌های امنیتی آل خلیفه روز سه‌شنبه 20 ژوئن 2023 2 جوان به نام‌های سید رضا جلال اهل روستای الحجر و سجاد جعفر اهل روستای ابو سیبع را به طور خودسرانه دستگیر کردند. به گفته این منابع محلی، مقام‌های آل خلیفه چند روز پیش نیز رضا علی الشیخ مداح را به مدت 1 هفته بازداشت کردند. گفتنی است حکومت بحرین که هر چند روز یک بار به بهانه‌های مختلف جوانان شیعه را بازداشت می‌کند، یکی از بیشترین کشورهای جهان است که زندانی سیاسی و عقیدتی در خود جای داده است. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مزار شریف افغانستان با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشردوستانه خود را رقم زدند. در این اقدام به لطف الهی پروژه آب رسانی به صدها خانواده نیازمند توسط دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در مزار شریف در تاریخ 3 ذی‌الحجه 1444 هجری با همکاری مؤسسه مصباح حسین علیه السلام انجام داد. گفتنی است در این پروژه آبرسانی مخزن آب 30,000 لیتری به ارتفاع 10 متر استفاده شده و دست کم 2400 نفر را پوشش می‌دهد. این اقدام نیکوکارانه باعث خوشحالی صدها خانواده نیازمند گردید. سنی‌های تندرو در حمله اخیر در نیجریه 8 کشاورز را کشتند و 10 تن را ربودند. مقامات نیجریه روز جمعه 2 تیر گفتند که گروه سنی‌های تندرو در حمله‌ای در شمال شرقی این کشور 8 کشاورز را کشتند و 10 نفر را با خود بردند. فرماندار ایالت برنو گفته‌ای که مهاجمان گلوی این کشاورزان را بریده و در صدد ایجاد وحشت بیشتر میان ساکنان و کشاورزان هستند. جوامع کشاورزی برنو در ماه‌های اخیر بارها مورد هدف قرار گرفتند و نگرانی از گرسنگی شدید را افزایش داده است. زیرا آژانس‌های سازمان ملل همچنان درباره قحطی هشدار می‌دهند. فرماندار ایالت گفته که این حمله تلاشی برای خراب کردن موفقیت‌های دولت است، زیرا دولت در تلاش برای بازگشت آوارگان در برنو به روستاهای خود و بازسازی زندگی خود است. سنی‌های تندرو در نیجریه در سال 2009 شورشی را در برنو به راه انداختند تا تفسیر افراطی خود از قوانین اسلامی یا شریعت را در منطقه ایجاد کنند. دست کم 35,000 نفر در اثر خشونت‌های گروه شبه نظامی بوکو حرام و یک جناح جدا شده تحت حمایت گروه تروریستی داعش کشته و بیش از 2 میلیون نفر آواره شدند. مروری دوباره به سرخط خبرها. کنترل و نظارت بیشتر بر هیئت‌های مذهبی ایران. هشدار تجزیه هند در صورت ادامه تبعیض علیه مسلمانان. برگزاری نشست چهره‌های برجسته شیعه در هند با هدف هماهنگی جهت دفاع از حقوق سیاسی اقتصادی شیعیان. تولید نرم افزار توضیح مناسبت‌های ایام قدیر در اصفهان. و تندروهای سنی در نیجریه بار دیگر فاجعه آفریدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولی کل فرج. یا علی، خدا نگهدار.